الو، سلام خانم. سلام، بفرمایید. من فیزی هستم، مسئول مؤسسه آفاق. آقای مهندس شفیعی تشریف دارن؟ میتونن صحبت کنن؟ مهندس شفیعی فوت کردن. من همسرشون هستم. سلام. سلام. من با یکی از اقوامون داشتم صحبت میکردم، میگفت ممکنه پارسا خدایی نکرده یه مشکلاتی تو بدنش به وجود بیاد، حرکتی و نمیگم اینجور چیزا. البته تو برداشت تو مورا مشکل تکلمی و حرکتی امکانش هست که به وجود بیاد. شما خیلی خوششانس بودین، پارسا با اولین تشنجش به خاطر اون ضربه راهی بیمارستان شد و در واقع خونریزی مغزی سبب خیر شده. شما هم تو بقیه راه امیدوار باشین و بذارین کارا مرحله به مرحله پیش بره. خیلی ممنون. خانم شفیعی؟ بله. سلام، فیزی هستم خانم. سلام، خوش آمدید. تلفنی صحبت کرده. بله بفرمایید. تسلیت میگم. ممنون. بفرمایید از این طرف. باورم نمیشه همین چند هفته پیش بود اینجا نشسته بودن و با هیجان از برنامه‌های آینده‌شون صحبت میکردن. ببخشید من متوجه نشدم شما دقیقاً اینجا چه کاری انجام میدید؟ ما قیم مالی بچه‌های بی بضاعت با استعداد درخشان میشیم. خود آقای مهندس خدا بیامرز از بهترین خیرین ما بودن. ایشون تو سفرشون به نقاط مختلف این بچه‌ها رو شناسایی میکردن و به ما معرفی میکردن و خودشون هم حمایتشون میکردن. ارتباط خودش با بچه‌ها چطور بود؟ ایشون بچه‌ها رو نمیدیدن. البته این جزء قوانین مؤسسه ما هست. عجیبه که در این مورد من هیچی نمیدونستم. اجازه بدید یه پرونده بیارم خدمتتون. تشریف بیارین، یه چیزایی رو باید براتون توضیح بدم. این تعهدنامه هایی که ایشون امضا کردن، ملاحظه بفرمایید. این لیست هزینه هایی که برای مؤسسه ما کرده بودن. این هم تصاویر دانشجوهایی که تحت حمایت ایشون بودن. میخواید ببینید؟ الو، سلام امین. خوبی؟ یه کار خیلی ضروری داشتم، خواستم ببینم میتونم بیام شرکت پیشت. آره حتما، فقط من الان نیستم، دلتم میخوام من بیام. باشه، پس منتظرت. شده؟ نه نه، نگران نباش. باشه میام. ممنون. میبینم. خودت. الو رحیم، سلام. رسیدی؟ تازه رسیدی؟ آره خدا رو شکر. الان خونه رحمت. سلام هم میرسونه. خیلی عقل منم سلام برسون. آقا تو رجمون برداشت. به رزوان پیغام دادم. اصلا خودشون نشون نداره. خب خجالت میکشه تفلک. تو برو پیشش. میترسم ناراحت بشه. نه، اون که اصل موضوع رو نمیدونه. برو حتما باش حرف بزن. باشه. من یه چورت میزنم. با رحمت میرم پیشش. خیلی خب حتما به من خبر بدی.
خدا نگهدار. آره من در جریان بودم، هم باید این شوهر باشه. چرا هیچ وقت چیزی به من نگفت؟ این که ما تو جریان بودیم فقط به این خاطر بود که هر ماه از سود شرکت و سهم امید پول واریز میشد به حساب مؤسسه. بنامون هم برای این بود که حسابای شرکت شفاف باشه. کلان هم امید دوستش که اینجور کارا رو تو خفا انجام بده. بازم چیزی هست که من ازش بیخبرم؟ بشین. از این کار زیاد انجام میداد. امید بود دیگه. خودش هم قبول داشت. تا وقتی این چیزا نبود، انگیزه هم برای کار کردن نداشت. خب حالا برنامه بعدیتون چیه؟ قطعا من و بقیه شرکای شرکت دوست داریم که راه امید رو ادامه بدیم. ولی از اینجا به بعد رضایت تو شرطه. خانمان چیه مادر جون؟ این خونه دیگه عمر خودش رو کرده، دست به هر جاش بزنی تعمیر میخواد. عوضش میریم یه خونه جدید، راحت تر زندگی میکنی. شرمنده تونم به خدا. دشمنت شرمنده باشه مادر جون. تو روسفیدمون کردی با اون کاری که در حق شاهین و بچهش کردی. باور بکن من هر روز بعد نماز سجده شکر میکنم مادر جون. انشالله چیزی نمونده مادر، چشم هم بذاری تموم میشه. چند روز دیگه میای بیرون؟ باشه مامان، دستتون درد نکنه. فقط هر تصمیمی خواستیم بگیریم به منم خبر بده. خداحافظ. درسته هیچ وقت من ازت نمیپرسیدم، اما قرار نبود این همه چیزای خوب و بعد از رفت تصور میکنم برق چشم تو وقتی به دانش رو کمک میکردی. اصلا اون دانش رو میدیدی؟ باشون حرف میزدی؟ بهشون امید آینده میدادی؟ تا الان فکر میکردم فقط منم که باید به نبودنت عادت کنم. الان فهمیدم که کسای دیگه هم هستن. بفرمایید. ببخشید خانم دکتر، کسی نبود هماهنگ کنم در زدم. میخواستم در مورد پارسا صحبت کنم. بفرمایید. ممنون. میخواستم در مورد خودم صحبت کنم. اینکه من مادر چه چیزایی میتونم به بچم منتقل کنم. اینکه سرنوشت من چقدر میتونه تو سرنوشت بچه‌ای که باید برای خودش زندگی بکنه تأثیر بذاره. منظورتون توموره؟ پدر من به دلیل یه قده مغزی فوت شد. میخوام بدونم این مسائل مادرزادی چقدر ارثیه. من منتظر چه چیزای دیگه باید باشم؟ اجازه بدید. اینکه در چه مدت زمانی پارسا تحت درمانه رو براتون توضیح دادم، ولی بر فرض اینکه اگر توموری هم باشه با پرتو درمانی و شیمی درمانی قابل درمان و پیشگیری. ولی اون چیزی که در واقع تعیین کننده است و کیفیت درمان رو تعیین میکنه تلاش شما و پارساست. نمونه های زیادی داریم تو دنیا، کسایی که نیمی از نورونای عصبیشون از بین رفته ولی دانشمندای بزرگی هن یا ورزشکارای خیلی مهمی هن. در واقع مهم اینه که اون روحیه مبارزه با مشکلات و نواقص تو بیمار به وجود بیاد که بتونه تلاش کنه زندگی بهتری برای خودش بسازه. خانم
سلام. بسته نباشی. تا این موقع شب بیداری؟ گفتم چیزی نخوردی چیز درست کنم بخوری. گلاب کاشنه. ای دست شما درد نکنه. مهبه بیا یکم اینجا ها رو جمع و جور کنیم. با اونا چی کار داری؟ بذار سر جاشون باشن. نه بابا بچه هم میاد اینا رو میبینه دلش میسوزه. بذارشون سر جاش. بذار پارسا از بیمارستان برگرده. میخوام براش یه جشن سه نفره بگیرم. باشه. هر دیمار میخواد گازش تمام شده. چند تا نور شو بگیر. اون کارم میکنیم. همه چیزو از اول شروع میکنیم. اونها آشفته تر از چیزیه که بشنوی. شوهر رضوان بنده خدا داره کارگری میکنه. یعنی مخالفت نکردم؟ اولش چرا؟ رفتم هاش قربون پسر خالم رو واسطه کردم. داشتش حرفای 10 سال پیش تکرار میکرد که قربون خوب جلوش بایستاد. پس بلاخره وکالت دادم. میگفتش که زمینو بفروش من میام امضا میکنم. شوهر رضوان گفت؟ آره دیگه. به هیچ ثراتی هم پایبند نبود. هر کی یه چیزی میگفت اون یه چیز دیگه میگفت. بلاخره تموم شد. هر دو نفرشون اومدن و موافقت کردن وکالت کاری رو دادن. حالا خودت قاشقو بردار. مامان خودت بده. تنبلی نکن دیگه. قاشقو بردار. بیا. ببینم. بردار قشنگ. جای نگرانی نداره. بعد از عمل بدن شرایط ثابتی نداره. یکم ضعیفه. طبیعیه. چطوری پسر خوب؟ خوبم. غذای مامان تو بیشتر دوست داری؟ غذای بیمارستانو؟ غذای مامانم. غذای اینجا بیمزه است. خب میخوام چشاتو معاینه کنم. چشاتو باز کن. بازه باز. کادو برای که خریدی؟ اینا برای یکی از مریضام گرفتم. که اون مریض خوشبختت؟ توی دیگه. اینقدر تیره پوشیدن برای جنینت خوب نیست. باید رنگوی روشن‌تر بپوشی. حالا اینم خیلی روشن نگرفتم. خب چه قشنگه. قابل شما رو نداره مریم جونم. زود باش سرت کن. نه بذار بعدم. در بیار مغنه رو دیگه. سرت کن مریم، سرت کن. باشه یه فرصت دیگه. حتما سرم میکنم. مادر امین بس این زنگ قبر چی شد؟ سفارش دارم چند روز دیگه آمده است. مادر جون امروز گفتم بیاین اینجا تا با امید صحبت کنیم. حفظه یادتون میاد امید همیشه میگفت پدر مادر با مواظبت از بچه هاشون عشق به همدیگر رو زنده نگه میدارن؟ آره
باباش هم همیشه همینه میگفت. امید اومدم بهت بگم که ما یه خانواده ایم. اون بچه ای که دوست داشتی داشته باشی الان وجود داره. مریم یعنی چی؟ من حاملم مادر جان. الهی من قربونت برم، الهی من فرمون رو هم میترسم لحظه ای که بغلش کنی همه یه ترسان سپر بوده. تماس بگیری من خودم میرسم. اتفاقا این ملکتون برای خوبی داره اینجا، انشالله میتونم مشتری خوب براتون پیدا کنم. خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم، وظیفه است. خوشحال شدم. خدا نگهدار شما. به سلامت. فیشو گو براش مشتری هست، بسازه به فروشگاه همیشه دست به نختر هست. نمیخوای بریم چند جوری گرم ببینی؟ نه آشنای اوشنگه، سریع انجام میدم. رحیم واقعا راضی به این کار هستی؟ زندگی همینه دیگه. رحیم میگم اگه وقت داری میشه بریم یه سر بیمارستان عیادت اون بچه که برای تعریف کردن؟ باشه. خب عزیزم دستاتو بگیر بالا، رو به بالا، بالاتر بالاتر، مثل اونایی که دعا میخونن. کف دستات رو به آسمون. باریکالله. نگهدار. بالا بگیر، بالا نگهدار. راحت باش دیگه، بنداز دستاتو. پارسا جون از سالهای گذشته از کتابای کلاس اول دوم دبستانت یه شعر یادت میاد بخونی؟ من یار مهربانم، دانا و خوش زبانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم، پندت دهم فراوان، من یار پنددانم، من دوستی هنرمند، با سود و بی زیانم، از من نباش غافل، من یار مهربانم. از نظر من که پسرمون تو وضعیت مناسبی، میتونی ترخیصش کنی. ممنون خانم دکتر، ممنون. مرسی پارسا جون. از این به بعد من و تو باید هر چند وقت یه بار همدیگر ببینیم. حتما. چشم خانم دکتر. خدافظ. خدا نگهدار. حدستون درست بود. طبیعتا با وجود شغلی که دارم باید زودتر از اینو خودم میفهمیدم. و این مدت اصلا انقدر حالم بد بوده که به فکر خودم نبودم. انشالله که قدمش براتون مبارک باشه، انشالله که مشکلاتتون حل بشه، حالتونم بهتر بشه. ممنون، حتما همینطور. فرصت نشده بود ازتون تشکر کنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. و الان اینو جور کن بریز به حساب من، من بیمارستانو تصفیه کنم، فردا میام موبایل نمبر امضا میکنم. خب همون فردا که اومدم پولتو رو میدم دیگه. من بنویسم رضا، میای امضا فردا عصر باشون.
عزیزم من الان برام مهمه، الان احتیاج دارم، الان تو بیمارستانم، فردا میام هم امضا میکنم هم پول تو رو میدم. چرا انقدر چونه میزنی؟ خنگ شدی ها؟ باشه من منتظرم، منتظرم. بفرمایید این سند اینجا رو عوض کردی؟ تک برگیش گرفتی؟ بله، این تک برگی سند، اینم برگی وکالت نامه. خوبه، پس من تا اینا رو زمین میکنم بفرمایید ببینم ایشالله اینجا رو کی تخلیه میکنی؟ به محض این که جایی پیدا کنم خونه رو خالی میکنم. بسیار خوب، پس منم تاریخ آخرین چک رو براتون مشخص نمیکنم، یعنی مینویسم برای روز تنظیم سند در دفتر خونه. هر طور صلاح میدونید. تا اینجا که خوبه، فقط بفرمایید ببینم که شما نظرتون تو کدوم منطقه است. من با پول شما این اطراف میتونم چیز خوب پیدا کنم براتون. قد نصف این پولی که به توافق رسیدیم داری؟ بله داریم. هر جور نظر شما بشه، فقط بگید ببینم دنبال نوساز بیشتر هستین یا مثلا حالا کار کرده ای چند سال ساختی، اگر نه هر کدوم شما بخواین چشم هست نوی اطراف من میتونم براتون پیدا کنم. نظرتون چیه؟ ببینیم آخه. مریضم مرخص کردم. چه عالی. شام بریم بیرون مهمون من؟ نه میخوام برم خونه. پس میخوای منم باید بیام؟ نه میخوام تنها باشم. تنها باشی. بفرمید کلیس بداشش اینجاست دمه در آشپزخونش. آشپزخونش همین نگاهی بفرمید. همینچه خدمتون عرض کردم واحدش اوکازیونه، 75 متر سیستم گرمانش سربانیتش از بوده هستش. مورگی خیلی عالی داره، برای اصلی هستش. میتونی مشاهده بفرمید. میگم نظرتون چیه؟ صفحات تو رو این کل و کاشانه من من یاد تو را سجده کنم ای سنم اکنون برخیز و بیا خود بوته
بودخانه من باش. آقای دوست چه خوب است که روز تو بگویی، امید بیا با من و پروانه من باش. آردل آردادی ای دو امروز به نظر لباس چی بپوشم؟ اون کتکه که برام خریدی خوبه؟ 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 وقتی میذاشتم این لباسا رو اتو میکردم. شاید تو بعد یه وقتی میذاشتی شوخی کردم. همون چروکا رو میپوشم با اون یه هفته. فقط قسمت بالاش رو تو میخواد دیگه. نظرت چیه؟ این روزا خیلی سرم شلوغه. تشخیص همزمان دو تا بیمارستان با هم. دیگه باید بیشتر برم اونجا. اصلا دارم فکر میکنم یه خونه همون طرفا بگیرم. تو هم یه مدتی بیای پیشم. بریم اونجا. آتیش و سیب زمینی. موافقی؟ مریم جان زنگ زدم کاری نداشتم. دنبال قوطی دوگمه ها بودم. دقت کردی این دوگمه ها چقدر آدم رو ناامید میکنن؟ درست همون روزی که یه لباس خاص رو میخوای برداری بپوشی میری میبینی دوگمش افتاده. اون وقت احساس میکنی بدشانس ترین آدم روی زمینی. مخصوصا همون وقتی که وقت هم نداری بعد یه جاده طولانی هم بری. بازم زنگ زدم بر نداشتی. میخواستم عذرخواهی کنم به خاطر اینکه وقتی میای خونه خیلی شلوغ و بر ریخته است. دیرم شده. طبق معمولم واسه رفتن بیرون از خونه استراب دارم. چیکار کنم دیگه؟ همیشه برنامه‌های سفرم رو تو مرتب می‌کردی. منم عادت کردم. راستی یادم رفت بگم. یاد اون باشه یه قرار مشترک بذاریم با هم بریم یکم گل برای خونه بگیریم. مخصوصا از این گلای پامچال که تو این فصل دووم میاره. Thank you.
بابا جان خودت میتونی بیای دیگه نه؟ آره آره میتونه. دستتو بده بابا، دستتو بده بابا، دستتو بده یواش بیا. دیدی میتونی؟ دیدی؟ برو 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 یواش یواش. واقعا خیلی حس خوبی دارم. یه چیزی بگم پریسا، از وقتی اومدم خونه خیلی حسم عوض شده، انگار یه دفعه راحت شدم. الان همون جایی نشستم که امید هر شب میشه ساز میزد. با اینکه هوا سرده ولی از نشستن اینجا خیلی خوشحالم. باشه قربونت، خدافز. این آخریش خورد دلید اگه چیزی من نوشه من ماشین خودم میرم. آسف اینم یه چیز جاش بده قربان، فقط موقع رفتن حواست به اینا باشه. چش مواظبم نیفته، مراقب باشه. اینجا هم که چیزی نمونده. کمده رو خالی کردی؟ آره هیچی توش نمونده، فقط گلدونه هست. یه گلدونه هم توی اتاقه. اینم زحمت بردار یه ذری خیلی تو پرتم تو آشپزخونه هست که الان میارم. خب اینا رو بعدن میام میبریم، شما هم در قفل کن بریم دیگه. Thank you.
خب نه بله. این فرش رو پهن کنیم. اومد حمیده. بیا بالا طبقه اول. دل دل دیوونه